بسم الله الرحمن الرحیم. فین ها جو که فقول اسلم تو وجهیه لله و من اتبعن و قول للذین اوتو الکتاب والامین اسلمتم فین اسلمو فقد اهتدوا و این تولو فانما علیک البلاغ والله بصیر بالعباد ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. در این کریمه فإن هاجوك قل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني چند مطلب هم مونده است. یکی از اون مطالب این است که گرچه همه تابع راه حقن که من تبع رضوانه کذا و کذا، ولی مسلمان ها دو وظیفه دارند. یکی این که مسلم باشن و جمیع ما جا به نبی را بپذیرن، دوم پذیرش مسئله ولایت و رهبری است. مؤمنین هم به خدا ایمان دارن هم تابع رسول خدایم. این که در بسیار از موارد آمد است که ایمان به خدا و به پیامبر یا اطیع الله و اطیع الرسول، این ناظر به این دو حیثیت است. رسول از اون جهت که پیام خدای سبحان را می آورد، اطاعت او اطاعت خداست، حرف تازه‌ای نیست. اما از اون جهت که امامت و رهبری مردم را به عهده می گیرد، مردم موظفن مطیع و تابع اون حضرت هم باشن. لذا در این کریمه نفرمود من چهره هستیم را متوجه الله کردم و عده‌ای هم که به خدا ایمان آورده اند این چنینن. فرمود عده‌ای که تابع منن، یعنی اینا هم جزء کسانی هستند که اطاعت خدا را پذیرفتن و هم اطاعت مرا. مطلب دوم آن است که این که فرمود و قل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم، صرف این کافی نیست که اونها بگوین ما مسلمان شدیم. در آیات سوره مبارکه بقره که قبلا بحث شد، یکی آیه 137 سوره بقره بود که الگو و اسوه نشون میده. میفرماید اگر اونها گفتن ما مسلمان شدیم کافی نیست، اونا اگه مثل شما مسلمان شدن کافی است. در همون آیه 137 بقره این است که فئن آمنو به مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. شما هم اصل رسالت رسول خدا را پذیرفتید، هم در ولایت و رهبری تابعید و ایمان در جانتون رسوخ کرد و عملا نشون دادید. اگر کسی گفت مسلمانم، باید مثل شما باشد که یک الگوی خارجی نشون بدن. فین آمنو به مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اینجا هم این که فرمود اسلمتم، روحش به زمیمه آیه 137 بقره این است که فین اسلمو به مثل ما اسلمتم، شما و پیروان شما مسلمانی، شما گفتید اسلم تو وجهی لله و من اتبعنه. اگر اهل کتاب و امیین اسلام آوردن به مثل ما اسلم تو، اینجاست که فقط اهتدوا. مطلب سوم آن است که در اون جهت هیچ فرقی ندارد. اسلام در حقیقت همون ایمان است. تو همون نهج البلاغه یا غیر نهج البلاغه وقتی اسلام را معنا میکنن، روش همون ایمان است. اما وقتی اوائل امر را کسی پذیرفت، اونها میگوین لم تؤمن، و اونجاست که فرق بین اسلام و ایمان مطرح است. یا اونهایی که تا مرز ولایت رسیدن ولی ولایت را نپذیرفتن، اسلام آوردن نه ایمان. اما در قرآن کریم ان الدین عند الله اسلام آمده است و مجموعه ما جا به النبی است، حتی مربوط به الیوم اکملتو. در اون مسئله الیوم اکملتو که قبلا اشاره شد، این تو متن اسلام است.
که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. معلوم شد ولایت تو متن اسلام است، اگر کسی این را نپذیرفت اون اسلام اصیل را نپذیرفت. مطلب سوم آن است که به قرینه این مقابله انسان دو قسم است، یا علی شریعت من الله است میشه متشرع، یا میشود مبتدع و بدعت آور. رو همه این حسی که از این کریمه استفاده میشود انسان ها دو قسمند. برابر همه این حس در نهج البلاغه خطبه 176 این چنین شد که مردم به دو قسم تقسیم شدند. خطبه 176 این است: انما الناس رجلان متبعون شرعتن و مبتدعون بدعتن. یا انسان متشرع است یا مبتدع به بدعت آور، از این دو گروه بیرون نیستند. انما الناس رجلان متبعون شرعتن و مبتدعون بدعتن، لیس معه من الله سبحانه برهان و سنت ولا ضیاء و حجه. چون که مشابه همین تعبیر در خطبه 185 هم آمده است که می فرماد این گروهی که از اسلام فاصله گرفتن حجتی اقامه نکردن و جهد و مدبر زعم و انهم کن نبات ما لهم زارع بلال اختلاف صورهم سانع. اینا خیال کردن یک گیاه خودرویی هم و لم یلجو الى حجت فی مدعو ولا تحقیق لما او 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 آب و آهو یعنی حفظه. اون چرا که در وعای دل جا دادن تحقیق نیست، تقلید است. ولم یلجعو الى حجت فی مدعو، دعوایشون بی برهان است و پذیرششون بی تحقیق. ولا تحقیق لما او او و هل یکونو بناهن من غیر بان او جنایتون من غیر جان، که نظیر همون اون برهان این نیست. مطلب بعدی آن است که این که فرمود فإنما علیک البلاغ، یعنی اجباری در کار نیست. این اجبار و نفی اکراه که خطوط کلیش گذشت هم درباره مؤمنین آمده و هم درباره کافرین. درباره کافرین همون حرف نوح بود که ان نلزمکموها و انتم لها کارهون، یا لا اکراه فی الدین و ماننده آن. درباره مؤمنین آیه 88 سوره اعراف این است که وقتی به شعیب گفتن شما باید دست از دینتون بردارید و دین ما را بپذیرید، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين. یعنی ما که کارهیم چگونه ملت شما را بپذیریم؟ درباره حضرت عمار رضوان الله علیه که از صحابه خاص بود، او هم همین مضمون آمده است در سوره مبارکه نحل که الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. این است که آیه 106 سوره نحل این است: من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. این معلوم شد اکراه در قلب راه نداره، برای اینکه این کسی را که مجبور کرده اند فقط در محدوده زبان او را وادار کردن به کفر، ولی قلبش مطمئن بالایمان است. و این یه اصل کلیست، البته که امر قلبی اکراه پذیر نیست. اونگاه که فرمود والله بصیر بالعباد، یک وعید و تهدید ضمنی است. اون وعید و تهدید ضمنی را با بیان قصه دیگران نمونه نشون میدهد. روی است که ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. این فعل مضارعی که تکرار شده است و نشانه استمرار است بیان سنت سیئه اهل کتاب بود. ان الذين يكفرون بآيات الله، یعنی همچنان این کفرشون رو ادامه میدهند، چون برای بنی اسرائیل انبیای فراوانی آمده است. گاهی تعبیر قرآن کریم این است که وصل الله لهم القول،
گاهی این است که ارسلنا رسولنا تترا، گرچه اختصاصی به اونها ندارد ولی اکثری انبیاء الهی برای اونها آمدن و از بین اونها برخواستن. و سلنا لهم القول، یعنی حرفامون رو متصلن به اینها رسوندیم، عصری بعد از عصری، نسلی بعد از نسلی، بالاخره پیام ها قطع نشد. و ارسلنا رسولنا تترا، چه تترا یعنی متواترن، ما انبیا را و مرسلین را به طور متواتر برای اینا فرستادیم که هر کدامی در کنار دیگری قرار گرفتن. این وترها متواتر را تشکیل میدن. انبیای فراوانی برای اونها آمده است، اما اونها نسبت به پیامد انبیا و پیام انبیا کفر ورزیدن و خود انبیا را شهید کردن و کسانی هم که راهیان راه انبیا بودند و آمر معروف و نهی از منکر، اونا را هم شهید کردن. اینها کسانی هم که تابع انبیای سلف هم، همونطوری که رسول خدا صلی الله علیه وسلم یه عده به عنوان تابع تربیت کرد که فرمود اسلم تو وجه لله و من اتبعنه، انبیای سلف هم یه عده تابع تربیت کردن، تابعی که تا مرز شهادت می رفتن. از اینجا چند نکته روشن می شود. یکی این که انبیا علیه السلام برابر همون اساس نبوت عامه مسئله حکومت را به همراه آوردن، وگرنه صرف مسئله گو را کسی نمی کشد. این امر معروف و نهی از منکر در حد موعظه نبود، امر بود و نهی بود. چون امر بود و نهی بود، لذا آمران معروف و ناهیان از منکر هم راه شهادت را طی کردند. مطلب بعدی آن است که در بین بنی اسرائیل دو عده زندگی میکردن، یه عده تا مرد شهادت دین رو حفظ میکردن، یه عده هم که قاتل آمر معروف و ناهی عن المنکر بودن. پس این چنین نبود که همه یهودی ها و همه اهل کتاب بد باشن. قبلا هم نمونه فضائل اینها رو قرآن نقل کرده بود، خوندیم که من اهل کتاب امتون قائمه. پس از این که در بین اهل کتاب یه عده تا مرد شهادت امر معروف نهی از منکر می کردن، معلوم می شد که همونهایی هستن که به دنبال انبیاشون حرکت کردن و کتبنا مع الشاهدین هم شعار اینها در هر عصری بود. و این گروه تبهکار از بنی اسرائیل هم انبیا را شهید می کردن، هم راهیان کوی انبیا را. ان الذین یکفرون بآیات الله و یقتلون النبیین بغیر حق و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب الیم. گرچه هر کدام از این سه معصیت کافی است برای بشارت به عذاب الیم، اما میخواد بفرماید به این که در بنی اسرائیل هر سه رذیلت بود، هم کفر به آیات الهی بود، هم قتل انبیا بود، هم قتل آمران و معروف و ناهیان از منکر. اینا موظف بودن به الله ایمان بیاورن و تابع رسولشون باشن، در حالی که هم آیات الهی را تکذیب کردن، پرفرزیدن و هم انبیا را شهید کردن. این کلمه به غیر حق در بحث سوره مبارکه بقره هم گذشت که یک جنبه تأکیدی دارد. قتل نبی نمی شود دو قسم باشد. یه قید توضیحی است که تأکیدن ذکر شده است. ممکن است قتل یک شخص عادی دو قسم باشد، گاهی به حق گاهی نابحق، و این کلمه به غیر حق قید احترازی باشد، اما قتل نبی یقینا قتل به غیر حق است. و این قید توضیحی برای تأکید یاد شده است که اینها در برابر مأموران الهی این چنین عناد دارند. و یقتلون النبیین به غیر حق و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس. این امر به قسط غیر از امر معروف است، شامل نهی از منکر هم می شود. چون وقتی انسان موظف شد به قسط قیام کند، نه یعنی خودش عادل باشد. این لیقوم الناس بالقسط، به قسط قیام بکند. یکی از مصادیق بارز قیام به قسط امر به قسط هم هست و نهی از منکر هم هست، همونطوری که یکی از مصادیق بارز اقامه نماز امر دیگران به نماز هم هست. اگر به ما بگویند صلوا، غیر از آن است که به ما بگویند اقیموا الصلاة. اگر به ما بگویند اعدلوا هو اقرب للتقوا، غیر از آن است که ما بگویند لیقوم الناس بالقسط. این قیام به قسط یعنی زندگیتون برای اجرای عدل باشد، چه در خود چه در باره دیگران. یکی از مصادیق بارز قیام به قسط همون امر به قسط است.
و این امر به قسط غیر از امر معروف است که نهی از منکر را نگیرد. نهی از منکر هم زیر پوشش قیام به قسط و امر به قسط است. و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، این ناس یعنی توده مردم. پس هم نبیین را شهید کردن، هم توده مردم را که قائم به قسط بودن. این گروه کسانی هستند که باید اینها را به عذاب دردناک بشارت بدی. فبشر هم به عذاب علیم. کلمه تبشیرم باز بحثش قبلا گذشت که آیا تحکمن و استهزاءن در این گونه از موارد به کار برده می شود و اصل بشارت به معنای گزارش خبر مسرت بخش است کما هو المعروف، یا نه بشارت معنای حقیقیش در همه موارد است. بشارت بده نه یعنی خبر خوب بده، یعنی خبری بده که در بشرش اثر کنه، یا سوء یا حسن. معنای اصلی و اصیل تبشیر که گزارش خیر نیست. خبر اگر مهم نباشد در بشر اثر نمی گذارد، اگر مهم باشد در چهره اثر می گذارد. حالا یا چهره رو گلگون می کند یا زرد. روی این تحلیل دوم، استعمال تبشیر در گزارش های سو هم حقیقی است، دیگه تحکم و استهزا نیست. اما رو معنای متعارف که بشارت را در خبرهای نشاط آور استعمال میکنن، این بشر هم به عذاب علیم مثل آن از کسی که در یک امتحانی مردود شد میگن تبریک، این استهزا و تحکم است. فبشر هم به عذاب علیم رو اون معنای اول میشه تحکم، اما رو معنی دوم دیگه تحقیق است. نه ما یظهرو فی البشر است، این چنین نیست که ریشه لغوی این تبشیر از ما یظهرو فی البشر جدا باشد. بشر هم به عذاب علیم، یعنی این گزارش بالاخره دردآور است. منتها حالا مطلب بعدی آن است که اینهایی که سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم، در اگر یه همچی گزارشی بدی در بشر اینا اثر ندارد، چون باورشون نمیشود. ولی سر این که در این گونه از مسائل جریان تبشیر جا میافتد این است که تنها جریان آخرت نیست تا اینکه سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم باشد، مسئله دنیا هم هست. حالا اگر آخرت باورشون نشد، دنیا که باورشون میشود. به اینها بگو ما بساط دنیاییتون هم جمع میکنیم. فبشر هم به عذاب علیم، اون عذاب علیم این است. اولئک الذین هبطت اعمالهم فی الدنیا و الآخرة، به اینها بگو بساطتون در دنیا هم برچیده می شود. ولو در باره آخرت اینها بی تفاوت باشن نسبت به دنیا که معتقدم، وقتی یه همچه گزارش بطعی رو به اینها بدی در بشر اینها اثر می گذارد. فبشر هم به عذاب علیم اولئک الذین هبطت اعمالهم فی الدنیا و الآخرة. حبتت فی الدنیا و الاخره، نه اعمالهم فی الدنیا و الاخره. این فی الدنیا مفهوم واسطه است برای حبتت، متعلق به حبتت است. یعنی هر کاری که کردم نه بهره دنیایی بردم نه بهره اخروی، وگرنه اعمال اینها در باره دنیا و آخرت نیست، چون اعمالشون در باره خصوص دنیاست. این یک نکته. و ثانیاً آخرت جای عمل نیست این دو، لذا این فی دنیا و آخره محل واسطه برای اعمال نمیتونه باشه، حتما متعلق است برای حبتت. یعنی اعمالشون بالقول المطلق بی نتیجه است، نه نتیجه دنیایی داره نتیجه اخروی. نه این که حبتت اعمالهم فی دنیا و آخره که این فی دنیا متعلق به اعمال باشد. روی این دو نکته ای که یاد شد، یکی این که اینا اعمال برای آخرت به درباره آخرت ندارن، ثانیا اینکه آخرت ظرف عمل نیست. پس این گروه کسانی هستند گرچه آدم کشی کردن ولی بهره دنیا هم نبردن. بعضی از گناهان است که خدا مهلت میدهد، بعد میفهمد به اینکه لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم و مانندو. بعضی از گناهان رو مهلت هم نمیدهد، مثل قتل انبیا، قتل مؤمنین که در راه دین قیام کردن و امثال ذلک. این خونه ها زود بساط ستم را برمی‌کند، رضا فرمود بهره دنیا هم نبردن. اگر مسئله کفر بود ممکن بود که با بهره دنیا همراه باشد. خیلی از کفارن که در دنیا بهره می‌برن،
خدا فرمود ما اینها رو چند روزی مهلت میدیم، اینا خیال نکنن از قلم رو به قدرت ما بیرونن یا ما صرف نظر کردیم و مانندون. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزداد اسم و مانندون. اما اینا تنها کفر به آیات الله نیست، قتل انبیا و مردان الهی هم هست. درباره اینها فرمود اولئک الذین هبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، میشه خسرت دنیا والآخره؟ نه، اونایی که قد افلح الیوم و من استعلا گفتن، بعد یه مدتی هم گفتن حاضر انها رو تجریم این تهدیب امثال زالک بهره دنیا بردن. و اما یه عده نه، نظیر جریان کربلا که خسرت دنیا و آخره شدن، این بقی زود به بساط اینها خاتمه داد. اولئک الذین هبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. خب حالا کاری که کردن از این کار در آخرت نفعی نمیبرن. آیا کسی هست به داد اینها برسد؟ یه وقت انسان از راه عمل به جایی میرسد، یه وقتی دیگری از او دستگیری میکند. فبود نه و مال هم من ناصرین، اونجا هم کسی به دادشون نمیرسد. یه وقت انسان در اثر کار خیر به جایی میرسد، یه وقتی کمبودی دارد نیازی به ناصر و شفیعی دارد و مانندون. فبود نه، نه کار اینها مشکلی اینها را در قیامت حل میکند، نه دیگری دست اینها را میگیرد. و مال هم من ناصرین، چون اگر شفاعت هست چه این که هست، مال لمن ارتضاست. لا یشفعون الا لمن ارتضا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه است لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا و امثال ذلك. تو بحث شفاعت ملاحظه فرمودید که شفاعت من مالا ریب فیها است، اما شامل حال کافر و قاتل انبیا و قاتل آمرین به قسط و امثال ذلك نخواهد شد. لذا فرمود به این که از خودشون که هیچ کاری ندارن، مشمول رحمت دیگری هم نیستن. اولئک الذین هبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و ما لهم من ناصرین. یکی از موارد هست، چون این ما لهم من ناصرین ندارد ما لهم من ناصرین فی الآخره، منتهی یکی از مصادیقش اینجا ذکر شده است. در دنیا هم کسی نصرت اینا نمیتونه بکنه. اگر یک کسی قتل پیامبر یا آمر معروف را به عهده گرفت، مشمول قهر خداست با شتاب. اونگاه نه از خود او کاری ساخته است، نه از کسانی که ناصر او بوده اند کاری ساخته است. شفاعت اختصاصی به خرد ندارد، در دنیا هم هست. من یشفع شفاعتا حسنا یکون له نصیب منها و من یشفع شفاعتا سیئا یکون له کفل منها. شفاعت تو دنیا هم هست، تو آخرت هم هست. فرمود شفیع و ناصری برای اینها نیست به قول مطلق. نفرمود و مالهم من ناصرین فی الاخره. این و مالهم من ناصرین که متعلقش معذوف است به نشانه عمومیت هست، هر گونه شفاعت به وساطتی را در دنیا یا در آخرت نفی میکند. اونایی که دست به آدم کشی زدن، کسی نمیتواند اونها را از قهر خدا برهاند. اگر توبه بکنه و اون گناهان را هم ترمیم بکنه و دیه بده و قصاص بده، مسئلتون اخرى. ولی در باره قتل نبی کدوم توبه است که مقبول باشد؟ اگر اینا ارتداد نداشته باشن حساب دیگری دارد. اما کی که موفق بشود بعد از قتل نبی به توبه؟ نه، نوعا این وعید الهیست به ما لهم من ناصری. منتها تو متن آزمون این بحث نیست. حالا که پیروز شده است بخواهد بهرمند بشود، دیگه هبطت اعماله. الان ممکن است مظلومین در دنیا رو ادی به شهادت برسانن و همینطور دارن زندگی میکنن، تو متن جنگن، تو متن قتل آمرینن، نه بعد از فراغت از قتل. اگر از این قتل فراغت پیدا کردن بخواهن آرام بشون، اونگاه هست که هبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. نه همه، نه در محدوده کار خود.
اگر بخواهد در محدوده ظلم خود از قدر فراغت پیدا کند بعد آرام بگیرد، دیگه این چنین نیست، آرامشی برای او نیست. نه، قتل نبی و قتل اینها لازم نیست، منتها عالی ترین درجهش و شقی ترین درجهش همین است، برای هر کدام از اینها هم همینطور است، منتها اونا محل ابتلا بودن. این قسمت ها چون مربوط به اهل کتاب است، قبلش مربوط به اهل کتاب است، بعدش مربوط به اهل کتاب است، نشون میدهد که حجاز مبتلا بود به توطئه یهودی ها. وگرنه این که قصه گذشته ها نیست، اگر قصه گذشته ها بود با فعل ماضی یاد میکرد، اونا که این کار کردند بهره ای نبردند و در آخرت معذب میشوند، این باید به فعل ماضی باشه. اما با فعل مضارع در هر سه قسم نشانه آن است که اینا یک سلسله خبیثن که گذشتگانشون دست به قتل انبیا زدن و فعلی هاشون اگر دستشون برسد به قتل نبی کمر میبندن، چون که یهودی ها خیلی تلاش کردن و به قتل آمرین معروف ناهین علی المنکر هم دستشون آلوده به خونون ها. این فعل مضارع نشانه استمرار این سیره سیئه هست در بین اهل کتاب، چون که حجاز این چنین بود. نوع جنگ هایی که در مدینه بود بالاخره اهل کتاب نقش داشتن، یا مستقیما با اسلام در افتادن یا توطئه‌ای بود که با مشرکین مکه می ساختن. لذا فهمت بشرهم بعذاب علیم علایک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره. حبط یه مسئله مبسوط کلامی داشت که در سوره مبارکه بقره گذشت، که آیا موافات شرط است یا موافات شرط نیست. هر عملی که انسان انجام می دهد اگر عمل بعدی بیاید عمل قبلی را حبس کند، پس او همواره در یه حالت است، در حالی که خیلی ها دو حال دارند و مانند آن. سخنان اهل اعتزال به مفسرین اشاعره و مفسرین امامیه مبسوطا اونجا بحث شد. حبس هم تو کتاب های کلامی عنوان خاص دارد، همون اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و ما لهم من ناصری. گاهی مسئله دنیا مقدم بر آخرت است، مثل این آیه، چون ترتیب عادی همینطور است. گاهی آخرت قبل از دنیا ذکر می شود چون اهم است، درباره آل فرعون دارد که فأخذه الله نکال الآخرت والأولى، که آخرت را مقدم داشت و دنیا را مؤخر. رو اهمیت مسئله است. اما اینجا که دنیا بر آخرت مقدم شد و همون جریان طبیعی است، هم نکال آخرت دارن هم نکال اولا، هم حبط اعمالشون در دنیاست هم حبط اعمالشون در آخرت. این به ماله هم من ناصری حرفیست که همه انبیا به تبهکاران از قومشون میگفتن. نوح سلام الله علیه به این هم فهمت شما هر کسی به عنوان ناصر و دستیار و معین و معاون دارید جمع کنید. این به ماله هم من ناصری یه اصل کلیست که اگر کسی در برابر دین الهی قیام کرده است، چون اصل برای این است کتب الله لأغلبن انا و رسولی، هر کسی به نصرت اینها قیام بکند بی اثر است. لذا نوح صریحا اعلام کرد که عجم او همه نیروهاتون جمع بکنید ولا تنذرونه، منم مهلت ندید، چون اون اصل جزء احکام نبوت عامه است. کتب الله لأغلبن انا و رسولی مربوط به پیامبر خاص نیست، چیزی که مربوط به نبوت عامه است درباره همه انبیا جاری است. اینجا هم به ماله هم به ناصرین درباره همه انبیا جاری است. در هر عصری اگر کسی به کمک ظالم قیام بکند سودی به ظالم نمیرساند. و ماله هم به ناصرین، این نفی ناصر در حقیقت برای این است که نصرتش اثر ندارد. عده قیام کردن ناصرند، کمک رسوندند، اما فرمود ناصری ندارن. ناصر به ما هو ناصر کسی است که کمک بکند. اونا به قصد نصرت قیام کردند ولی نتوانستن کمک برسانند. لذا فرمود به ما لهم من ناصرین. در باره قیامت البته ناصر ندارن، در دنیا نصرت ندارن. فرقش این است که در آخرت هیچ کسی بدون اذن حق کار نمی کند. اون روزی است که لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا، تا اذن نگیرن حرف نمیزنن و حرفش هم جز هر چیز دیگرنی. خب اگر کسی بخواهد شفاعت کند برای تبهکاران و قاتلان انبیا و قاتلان آمرین به قصد که شفاعت نمی کند. لذا درباره آخرت صادق است که اصلا اینا شفیع ندارن، اینا ناصر ندارن. اما در دنیا
این نفی ناصر به نفی نصرت برمیگردد. یعنی خیلی ها قیام میکنن که کمک بکنن ولی به کمک کردن موفق نمیشوند. این چنین نیست که دنیا اینا ناصر نداشته باشن. خیلی از اعوان و انصارشون به کمک اینها میشتابند ولی نصرت به فعلیت نمیرسد. لذا فرق است بین نفی ناصر در دنیا و نفی ناصر در آخرت. الحمدلله رب العالمین.